پیش از اینکه موضوع را بگویم، من یک تا جمله میگم، شاید بینندگان عزیزم یا هموطنان عزیز ما هم بفهمند که موضوع چی هست. میگه که شهر ما خانه ما هست. پس چه خوب است که از خانه، همان طور که ما از خانه خود محافظت میکنیم، نگهداری میکنیم، از شهر خود همچنان محافظت و نگهداری را داشته باشه. و موضوعی که ما روز شنبه در سوشیال میدیای راه فردا نشر کردیم، کیها مسئول حفاظت از محیط زیست هستند؟ آیا دقیقا سوال اینجاست که بله، کی مسئول حفاظت از محیط زیست هست؟ من هستم یا خاطره هست؟ شما هستید یا دست جمعی همه ما مسئول این هستیم که از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم، از محیط زیست آن نگهداری کنیم؟ قسمی که جمله رو گفتم، شهر ما خانه ما هست. هر فرد نسبت به خانه خود مسئولیت داره تا خانه خود را پاک نگه داره. پس شهر ما هم خانه همگی ما هست. پس چه خوب است که دست به دست هم بدهیم و از خانه خود، از محیط زیست خود نگهداری کنیم. حالا در این مورد نظریات شما از آن را همچنان داریم که در ما نظریات شما از آن را نظر به این موضوع به خانش میگیریم، کیها مسئول محیط حفاظت از محیط زیست هستند. خب خاطره جان، طرف نظریات هموطنان عزیز ما بریم که نظر به این موضوع چی نظر را به ما ارائه دادن. بله دقیقاً، بریم سراغ کامنت ها که هموطنان خوب ما چه کامنت هایی دادن. اولین کامنت از هموطن بسیار خوب ما هست که نوشتن هم ملت و هم دولت. در قدم نخست دولت باید اطلاع رسانی کنند و قوانین و مقررات محیط را به مردم بفهمانند و دوم اینکه ملت باید درک کنند و بدانند که پاکیزگی محیط به سلامتی و روح و روان خودشان خوب هست و هم باعث زیبایی شهر می شود و هم باعث کاهش امراض در جامعه. پس چه خوب است که همه با هم کار کرده و در شکوفایی و پاکی محیط خود سهمی داشته باشیم. نظر خیلی عالی و همچنان جامع از کاربر فیسبوکی که بر ما کامنت گذاشته بودن. بله خاطره جان عزیز، طرف نظر بعدی میریم که کدام هموطن ما درباره این موضوع چی فرمودن. هموطن بسیار خوب ما ذبیح الله غوثی زاده گفتن که بحث محیط زیستی متاسفانه در افغانستان تا هنوز به مسئله درک و تفسیر اجتماعی نرسیده است. هنوز مردم افغانستان به محیط زیست حتی نگاه مسالمت آمیز ندارند. در قدم اول مسئولیت محیط زیست را مردم دارند. مردم به عنوان اولین افرادی که زمین به آنها جا داده مسئولیت دارند تا از محیط خیش محافظت کنند. از آنجایی که افغانستان نهاد به خشکی است و مسئولیتش بیشتر به همه هموطنان عزیز یعنی مردم جامعه هستند. در قدم دوم دولت مسئولیت دارد تا در برابر محیط زیست بیشتر توجه کند. شاید منابعی که در قسمت محیط زیست به مصرف می‌رسد بسیار ناچیز باشد. مثلا در ولایت غور نه تنها که مردم علاقه به حفظ محیط زیست ندارند، بلکه حکومت محلی نیز چندان برنامه‌های درستی ندارد. در ولسوالی لعل و سرجنگل اما مردم خودشان تمام کوه‌ها و دره‌ها را تخم رشقت پاشیده‌اند. در فصل بهار و بهاران و در فصل بهار و باران‌های بهاری تمام کوه‌های لعل و سرجنگل را سرسبز و بانشاد معلوم می‌کند. از یک طرف محیط زیست سرسبز است و از سوی دیگر در فصل تابستان رشقه‌ها علفه حیوانی مورد ضرورت مردم بر آورده می‌سازد. نظر بسیار عالی از کاربر بسیار عزیز فیسبوکی ما ذبیح الله غوثی زاده هست. ممنون بابت نظر زیبایی شد. بله دقیقاً، بریم سراغ کامنت بعدی از هموطن بسیار خوب ما محمد رحیم دانشور که نظرشان را به خانش میگیریم. با درود و سلام علیک السلام، من فکر میکنم در قدم نخست حکومت حاکم مسئول حفاظت محیط زیست را دارد و بعد از آن همه شهروندان این وظیفه را دارد تا دست به دست هم بدهیم تا بهتر و خوبتر محیط زیست حفظ شود. واقعا نظر جامعه از هموطن خوب ما که در کل گفتن ما باید همه ما باید دست به دست هم بدیم تا یک محیط سبز و عالی را داشته باشیم. شیر حسن درویشی ببینیم در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم چه گفتن. گفتن که دولت باید قوانین و مقررات در بخش جهانی و داخلی اتخاذ کنند که از محیط زیست حفاظت شود. بسیار زیاد تشکر بابت نظر بسیار زیبایتون. هموطن خوب ما شهابالدین که گفته همه شهروندان و محمد میرزا و همچنان سلطان حسن هم در کل همه را مسئول دانستن. دقیقا، بدون شک هم که
همه مسئول هستند. حالا بیایم طرف نظر بعدی از کاربر بسیار عزیز ما، آقای فایز. آقای فایز فرمودند درود و مهر، خدمت شما، مهربان هستید، لطف دارید. مسئولیت حفاظت محیط زیست موضوعی است که همه باید در قبال آن خود را باید مسئول بدانند. حال بگوییم کدام اشخاص مسئولند. یک، نظام حاکم باید در حد آخر تلاش نمایند تا ترافیک به بعضی از فابریکجاتی که باعث آلودگی محیط می شود که به شکل قانونی همراهشان اقدام کنند و تمام خدمات شارباری را به وجه احسن اجرا نمایند. دو، خانواده ها باید بکوشند تا حد آخر از لوازمی که باعث آلودگی محیط می شود از استفاده آن خودداری نموده و از اشیای طبیعی استفاده کنند. سه، شهروندان همه بکوشند تا در قبال حفاظت از محیط زیست وظیفه ملی و وجدانی خود را ادا نمایند و از انداختن کثافات جدا خودداری نمایند و در آخر هم شهر ما خانه ما هست. بسیار عالی آقای فایز عزیز، نظر بسیار خوبی در مورد مسئولیت ما که در قدم نخست چند رتبه بندی کردند دولت و بعد از او همه افراد جامعه نظر به حفاظت محیط زیست مسئول هستند. بابت کامنت و نظریه بسیار زیبایشان بسیار سپاسگزار هستیم. بله، در کال فروزان جان در آخر نظرشان هم نوشتن شهر ما خانه ما، قسمی که ما از خانه خود، نظمی که در خانه ما وجود داره، قسمی که ما از اون قانون و مقررات پیروی میکنیم، که حتی ما کثافات رو کجا در خانه خود میاندازیم نمیاندازیم، بلکه ما باید در شهر ما هم باید اون قسم کارها رو انجام بدیم، آشغال ها یا سطل زباله ای که هست ما بتانیم کثافات رو در آنجا بندازیم. و همچنان نظر بعدی از هموطن بسیار خوب ما آقای مهدی فروتن هست که میریم نظرشان را به خانش میگیریم. ایشان نوشتن که اول از همه شهروندان مسئولیت نگهداری از محیط زیست را دارند. شهروندان به عنوان رکن اصلی نهاد خانواده و جامعه نقش برجسته را در کنترل اطراف خود دارد. دوم، نهاد دولت که مسئولیت کنترل جامعه را دارد و موظف است که محیط زیست را نیز کنترل نماید و از مواردی که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود خودداری کرده قوانین وضع نمایند تا طبق آن محیط زیست کنترل شود. ممنون بابت نظر بسیار خوبتون. بله خاطر جان، همه نظریات بود که به خانش گرفته شد و کاربرای بسیار عزیز ما در مورد نظر موضوعی که ما انتخاب کردیم نظرات بسیار خوبشان را ارائه دادن و همچنان بسیار نظریات خوب هم هست. دقیقاً بله. در قبال جامعه مسئولیت هر فرد لازم هست که اگر به عنوان مثال یک تا زباله‌دانی رو ما در نظر بگیریم، اگر مایی که یکی از افراد جامعه هستم و در قبال جامعه مسئولیت هم دارم ولی مسئولیت خود را ادا نمی‌کنم، مثلا یک پوش شاید خوردنی باشه یا چیزی باشه جایی که داخل سطل زباله بندازم یا این طرف یا اون طرف بندازم، بعدا نفر بعدی تیر میشه امزو راه باز هم بالای امو زباله، زباله که هست رو مندازه، پس این میشه انبار از زباله ها. پس هر نفر که مسئول حفاظت محیط زیست خود را بدانه و هر نفر خودش نظر به محیط زیست در قبال محیط زیست خود را مسئول بدانه، یعنی جامعه میتونه آری از کثافات و آری از آلودگی ها باشه. نه تنها در قبال کثافات، ما حتی میتونیم در شهر آلودگی های صوتی را، یکی از مسئولیت های ما هست که مثلا در شهر آلودگی های صوتی را ایجاد نکنیم، آلودگی در بخش هوا، یعنی که از چیزهای استفاده نکنیم که مثلا زیادتر هوا را آلوده کنه، در قبال سرسبزی شهر خود خیلی کوشا باشیم، مثلا سرسبزی که جایی که ما برای تفریح میریم مکان های سبزی هستن که ما برای تفریح میریم، پس در قبال از اونا باید ما مسئول هستیم، خیلی متوجه باشیم جایی که ما برای تفریح میریم، مواظب از این باشیم که اطفال خردسال مثلا زیاد گل و گیاه و درختار شاخه هاش و برگ‌هاش مثلا نبرن یا که کنده نکنن تا که یکی از گوشه های جامعه ما خراب نشوه و مثلا محیط زیست ما صدمه نبینه. اینا همه موارد هایی هست که در کل ما از هر نگاه باید در شهر و در جامعه خود محیط زیست را مراعات کنیم.